خانم ناظم اجازه بدید که من گفتگو رو از شما شروع کنم. شما مشارکت رو چطور دیدید در انتخابات و برآورد شما چه است از وضعیتی که الان هست؟ خب سلام عرض میکنم خدمت همه هممیهنان. ببینید در این که رسانه‌های جمهوری اسلامی الان 40 ساله که میزان مشارکت رو بیشتر از اون چیزی هست که نشون میدن و سعی میکنن به هر حال این رو به مردم مخصوصا در روز انتخابات تلقین کنن که حضور و جمعیت بیش از اونی هست که باید باشه، این دفعه اول نیست. اما ما دیروز یک به قول معروف بازدید میدانی از خیلی جاهایی داشتیم که صندوق‌های رأی بودن. من جمعیتی رو مشاهده نکردم که قرار باشه یک همچین درصدی رو داشته باشه، اما با این حال الان از این نتیجه‌ای که هست واقعا راضی هستم. با توجه به اینکه این انتخابات همیشه مهندسی شده هست، من فکر می‌کنم یه مقدار عاقلانه دادن، نه بیشتر از اون حدی که باید باشه. خیلی ممنونم. آقای کردپور، شما در سنندج هستید، مشارکت در سنندج رو چطور دیدید؟ در مناطق کردنشین ایران چگونه بود؟ یک برآورد کلی از شما داشته باشیم. مشاهدات عینی که ما دیدیم و گزارش‌هایی که به دست ما رسیده، آمارا تقریبا حدود 30% بوده یا در بعضی شهرها کمتر از 30% هم مشارکت بوده. چون جنب و جوش خاصی ما نمی‌دیدیم در بین جمعیت، فقط کاندیداهای شورا بودند که هر حال شلوغ کرده بودند و تبلیغات می‌کردند و انگیزه خاصی هم برای مردم با توجه به وضعیت اقتصادی که وجود داره و کارنامه دولت روحانی که از ابتدا بحث حقوق شهروندی و حقوق بشر و هر حال آزادی زندانیان سیاسی و شعارهاشون بودند و بیانیه که درباره حقوق اقوام و اقلیت‌ها داده بودند، هیچ کدوم از این موارد در این 8 سال اخیر عملی نشد و اجرایی نشد و از نظر اقتصادی هم که مستحضر هستید وضعیت اقتصادی به شدت افت پیدا کرد و همین دلایل باعث شده بود که مشارکت مردم بسیار پایین‌تر بیاد نسبت به دوره‌های قبل و البته نظرسنجی‌هایی که قبل از انتخابات هم انجام گرفته بود نشون می‌داد که مشارکت پایین‌تر از حد نرمالی که در دوره‌های گذشته بوده خواهد بود و همین پیش‌بینی‌ها هم تقریبا درست در اومده. بر اساس آمارها حدوداً 30% آمار رسمی، البته چون آمار غیر رسمی هم به هر حال فرق داره با آمار رسمی که خود دولت ارائه میکنه، بر همین اساس مشارکت نسبت به دوره‌های گذشته کمتر بود. بله خانم ناظمی، تا همین الان نتیجه رسمی انتخابات از سوی وزارت کشور اعلام نشده، اما هر 3 کاندیدای دیگری که با آقای رئیسی رقابت میکردن تبریک گفتن به ایشون و ایشون رو پیروز انتخابات دونستن. فکر میکنید که پیروزی ابراهیم رئیسی تغییری در فضای اجتماعی و سیاسی و مدنی ایران ایجاد خواهد کرد یا نه؟ خب ببینید، اکثریت معتقد هستند که با اومدن ابراهیم رئیسی اختناق بیشتر میشه، دولت یعنی حکومت خودسری بیشتری خواهد داشت. اما من فکر میکنم اگر اینها ذره ای عاقل باشند، صداهای مردم را قبل از انتخابات در تریبونهای آزاد، در فضاهای مجازی، در هر جایی حتما شنیدن. اگر واقعا ذره ای به اون چیزهایی که میگن اعتقاد داشته باشند، امکان داره یک تغییراتی رو برای مدت محدودی انجام بدن. حالا امیدواریم، هرچند که میگم اکثریت معتقد هستن که اختناق بیشتر خواهد شد. آقای کردپور، شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید که چه تأثیری پیروزی ابراهیم رئیسی خواهد داشت بر فضای سیاسی، اجتماعی و مدنی ایران؟ البته همیشه این جناح اصولگرایی که در کشور هستش، اگه در مضیقه باشه یا در حالی باشه که قدرت رو داره از دست میده، حالت پرخاشگرانه پیدا میکنه و سرکوب و اینها بیشتر میشه. ولی من فکر میکنم با توجه به یک دست شدن قدرت و به هر حال سالها از اینا انتظار میکشن که قدرت رو کلن قبضه کنن و الان هم تقریبا داره این حالت پیش میاد و قدرت کلن قبضه میشه، من فکر میکنم با خیال راحت تری تقریبا میتونن برنامه هاشون رو اجرا کنن و الزاماً اومدن سر کار یک اصولگرا به معنی بسته شدن فضا نیستش و اینها ناگزیر با واقعیت‌های جامعه روبرو میشند، با مطالبات مردم روبرو میشند، با نظام بین الملل روبرو میشند و مجبور خواهند بود به مطالبات مردم پاسخگو باشند. الزاماً به معنی این نیست که یک اصولگرا سر کار بیاد فضا بسته میشه یا شرایط الزاماً بدتر میشه. از نظر اقتصادی احتمالاً وضعیت
همین وضعی باشه که داریم میبینیم با این تورم و وضعیت اقتصادی که داریم، مگر اینکه تحریم ها بتونن بردارن که اینم احتمال بیشتر میشه، چون اینا وقتی که قدرت رو در اختیار میگیرن معمولا تلاش میکنن معامله بکنن با دنیا و با کشورهای درگیر در برنامه هسته‌ای و مسائل حقوق بشر و اینا. و بر همین اساس من فکر میکنم احتمالا واقع بینانه تر با مسائل کشور برخورد خواهند کرد و شرایط از این که هستش بدتر نمیشه، چون الان هم تقریبا دولت روحانی کاره ای نیستش و هم به قول آقای ظریف به هر حال سیاست میدان هستش که هم مسائل داخلی و هم خارجی رو داره تعیین میکنه. و بر همین اساس من فکر میکنم وضعیت از این که هستش بدتر نخواهد شد. بله خانم ناظمی، صدا و سیما، روزنامه هایی که امروز صبح منتشر شدن دارن روی این موضوع حرف میزنند که تحریم کنندگان انتخابات شکست خوردن و از این بابت تحریم انتخابات به عنوان یک پروژه نام میبرند که پروژه شکست خورده است. به نظر شما آیا کسانی که در انتخابات شرکت نکردند جزء شکست خوردگان این انتخاباتند، یا شما چه کسانی را شکست خورده انتخابات میدونید؟ خب ببینید، در واقع هم اونا راست میگن هم ما راست میگیم، هر دو گروه ما یک پروژه رو پیش میبردیم. اونها سعی میکردن که مردم رو بکشن و به هر حال پای صندوق های راه ما هم سعی میکردیم مردم رو با واقعیت های جامعه آشنا بکنیم. من از نتیجه‌ای که هست راضی هستم. به نظر من مردم با توجه به اینی که به هر حال 4 تا انتخابات همزمان بود، درصد خیلی پایینی رو شرکت کردن. ما جاهایی رو رفتیم دیدیم که رای ها خرید و فروش میشد، فیلم گرفتیم، در فضای مجازی گذاشتیم. خب خیلی طبیعیه در کشوری که سر صندوقای رای برای شوراها یا جاهای دیگه دعوا شده، آدم کشته شده، خیلی طبیعیه که مشارکت در این حد حتی اگر اینها واقعیت رو گفته باشن باشه. من فکر می‌کنم بیشتر از 10-15% شاید اختلافی نباشه تو این مسئله. ممنونم از شما پوران ناظمی، فعال مدنی از تهران، و مسعود کردپور، فعال مدنی از سنندج که با ما همراه بودید.